آنها می آیند و اعلام خواهند کرد که جان پنیل در حال عرضه نظمی تازه به امور است. نه اینکه آنچه اعلام شده رد شده است بلکه آنها در ذهن مردمان آشکار می شوند تا واقعیت را درک کنند و این راستی در کنار زندگی و نور آنها را آزاد خواهد کرد. این بخشی از آینده بینی های ادگار کیسی پیامبر خفته است که برای سالها علنی نشده بود و تنها دسته از اعضای مؤسسه نشر آثار کیسی ازش با خبر بودند. بیم اون میرفت که با انتشار این آینده بینی افرادی خودشون رو به اسم جان پنیل معرفی کنند و آموزه های خودشون رو به اعتبار و بینی کیسی به عنوان پیامی در راستای نظم تازه امور معرفی و تبلیغ کنند. این مخفی کاری در سال 1998 و با انتشار این کتاب به پایان رسید. عنوانی در ارتباط با فرزندان قانون وحدت که فردی به نام جان پنیل نوشته بود. تازه ترین ویدیوهای ما رو دیده باشین می دونین که در حال مرور این کتاب درباره روایت های کیسی از آتلانتیس هستیم و دستهای به اسم فرزندان و قانون وحدتی که از محورهای اصلی بحث بوده کسانی که باور دارند روح و روان انسان ها از عالمی ورای دنیای فیزیکی به زمین اومده و بخشی از یک زمیر واحده ویدیوهای پیشین ما رو درباره باورهای ایرانیان و باستان دیده باشین حتما حواستون بوده که بخش های مهمی از باورهای این دسته شباهت زیادی داره به باورهای ایرانیان و باستان طوری که عالم مینوی ایرانیان میتونه همون عالم مبدع روان انسانها در روایت های کیسی باشه حتما حد زدین که کند و کاف هامون رو از این کتاب خانش ها فراتر بردیم تا منابع بیشتری رو درباره فرزندان و قانون وحدت و باورهاشون پیدا کنیم. یکی از مهمترین منابع در این باره این کتابه. نوشته فردی که سه سال ساکن معبدی در تبت بود و نوشتن خود این کتاب رو هم به عنوان معمولیتی از طرف استادان خودش در این معبد شروع کرد. جان پنیل کودکی آرامی نداشت. 17 سالش که شد با مادرش بر سر دوست دخترش دعوا کرد و از خونه بیرون زد. مدتی آواره بود و به اندازه ای از پریشانی روانی رسید که به نظرش ادامه حیات براش ارزشی نداشت. پس یک روز در خانه که ساکنش شده بود مشغول برنامه ریزی برای پایان دادن به حیاتش میشه ولی در میانه کار تصویری در صفحه تلویزیون میخکوبش کرد. خودش نوشته پیرمردی که ظاهر شبیه تصویرسازیها از زئوس در اساطیر یونانی رو به دوربین درباره آموزه های خاص صحبت میکرد. آموزه های دسته مرموز که اعضاش مرتب تناسخ پیدا می کنن و در صورتی که بخوان عضو تازهی بپذیرن اون فرد بعد از سالها آموزش فشرده در مناسکی ویژه و بعد از طی کردن سلسله مراتبی خاص می به عضویت این دسته در بیاد. جان این استاد رو برای اولین بار میدید و اسم فرقه مورد بحث رو هم نشنیده بود ولی حس نزدیکی زیادی نسبت بهشون احساس میکنه و برای همین نشانی و محل معبدشون رو به خاطر میسپاره. اون کمی بعد و زمانی متوجه غیر عادی بودن تجربهش میشه که به سراغ تلویزیون میره تا کانالی رو که در اون صحبت های استاد مورد نظر پخش میشد پیدا کنه ولی کانالی با این مشخصات وجود خارجی نداشت و هیچ کس هم این برنامه رو ندیده بود. اون در نهایت عزم تبت میکنه. در محل از یه راهنما برای رسیدن به معبد کمک میخواد. مکانی در میانه کوههای هیمالیا. سفری با سختی های زیاد که به نظر میرسید بنا نیست به پایان برسه. اونها از ارتفاعات و دره‌ها میانی میانه ابر و مه عبور کردند بدون اینکه نشانی از سازهای ساخته دست انسان پیدا کنند تا بالاخره یک روز دیوارهای بلند معبد از پس کوههای بلند ظاهر میشه در همون ابتدای ورود به معبد هم واکنش ساکنان نسبت به جان طوری بود که نشون میداد اونها منتظرش بودند بعدی که نخواستین راهنماش در معبد میشه اون رو به بخش‌های مختلف ساختمان میبره و مهمترینش کتابخانه عظیم پر از الواه و تومارها و کتابهای کهنی بود که در روایتهای بیشتر پذیرفته شده در طول تاریخ نابود شدن و از بین رفتن. ولی بر اساس روایت جان نسخه های سالمی از آنها در کتابخانه این معبد مرموز بود. اون شک اصلیش رو در روز دیدار با استاد اصلی این معبد تجربه کرد. مردی موسن با موهای سفید شبیه تصویرسازیها از زئوس. یعنی همون مردی که با ظاهر شدن در صفحه تلویزیون جوان رو از تصمیمش برای پایان دادن به حیات خودش منصرف کرد و عملا باعث پیوستنش به این معبد مرموز در دل هیمالیا شد. جان سه سال در این معبد میمونه و آموزهاش هر روز صبح با طلوع خورشید شروع میشه و تا فرارسیدن شب ادامه پیدا میکنه. توصیفش از کلاس هایی که داشت این طوره که به نظر میرسید استادان در حین درس دادن میتونستن پرسش هایی رو که در ذهن حاضران پدید میومد بخونن و پیش از اینکه کسی سوالش رو به زبون بیاره بهش پاسخ میدادند. تمام آموزه ها هم به زمیر واحد ربط پیدا می کنند. ماهیت یک بارچه که تمام عالم هستی ازش تشکیل شده و زمیر تمام موجودات رو به هم پیوند میده. نام این دسته یعنی فرزندان قانون وحدت هم از همین باور به زمیر واحد میاد. پیشینشون هم به دوره آتلانتیس میرسید و توضیح بیشتر اینه که در آخرین مراحل نابودی آتلانتیس دسته از اونها به مصر رفتن تحت رهبری فردی که بعدها به این اسم و به عنوان یکی از خدایان مصر باستان معرفی شد. تعداد زیادی از آنها بعدها از مصر راهی تبت میشن و معبدی رو که جان بهش رفته بود بنیان میذارند. از بین ساکنان معبد همیشه ادهی داوطلب پخش آموزه در بین مردم دنیا میشن و به عنوان فرستاده های ویژه این دسته به بخش های مختلف دنیا میرن. کسانی که نامشون در صفحات تاریخ به عنوان شخصیت های نامدار در مذهب، فرهنگ، تمدن و حتی شاخه های مختلف هنری ثبت شده. ولی دستاوت های از آنها در طول تاریخ تحریف شده و به شکلی مغایر با ماهیت اصلی آموزه مورد استفاده بوده به دست کسانی که در پی تداوم اسارت انسانها در دنیای فیزیکی هستند. همین دسته مهمترین مانع فرزندان قانون وحدت در بیدار کردن روان انسانها بودن و دست به هر کاری زدن تا مسیر رو براشون دشوار و دشوارتر کنند. در تازه ترین تحول در زمان پیوستن جان به معبدشون هم اینطور پیش بینی شده بود که نیروهای تاریکی به زودی بهشون حمله میکنن و لازمه و یه حفظ آموزه هاشون روی کرده تازهی داشته باشند. راه حلشون این میشه که سنت پیشین خودشون رو برای آموزش و تعلم مخفیانه و سلسله مراتبی کنار بذارن و آموزه هاشون رو منتشر کنن تا در دسترس همه باشه. همونطور که احتمالا حد زدین جان پنیل از طرف رهبر این دسته انتخاب شده بود تا معمور انتشار آموزه هاشون بشه. ولی شیوه آشنایش با این دسته و رسیدنش به معبد طوری پیش رفت که همه به اختیار و انتخاب خود جان بود. اون سه سال در معبد میمونه، در کلاس های درس حاضر میشه و همزمان مکالمات دو نفره با استادانش داشت تا درباره آموزه هاشون بیشتر بدونه. تا یک روز که به معبد حمله میشه و استادانش رو از دست میده. اون در نهایت میتونه به آمریکا بره و ماموریتش رو برای انتشار و آموزه های فرزندان و قانون وحدت ادامه بده. کتابش رو مینویسه و با نامی مستعار به یه انتشاراتی میفرسته. چون میدونست که به محض انتشار کتاب نیروهایی که به معبدشون حمله کردن به سراغش خواهند رفت. پاسخی که دریافت میکنه اینطور بود که اونها میتونن کتاب رو منتشر کنن ولی شرایط بازار و کتاب فروشی ها طوریه که بهتر اسم اصلی نویسنده یعنی جان پنیل به عنوان نویسنده ثبت بشه. اون در نهایت خطر علنی شدن هویتش رو میپذیره و این کتاب به اسم خودش منتشر میشه. بی آنکه خبر داشته باشه کسانی در مؤسسه نشر آثار کیسی در انتظار فردی هم نام خودش هستند تا درباره نظمی نوین اطلاع رسانی کنه در خود کتاب به تماسای مؤسسه نشر آثار کیسی هم اشاره شده با این توضیح که خود جان با نوشته های کیسی آشنا بوده ولی از اینکه در یکی از خانش ها ازش اسمی برده شده اطلاعی نداشت در این حال که تمام آموزه های منتشر شده در کتاب با خانش های کیسی یکی نیست ولی میشه نشانه های مشترکی رو در هر دو پیدا کرد. در روایتی که از زبان استادان جان در این کتاب داریم نخواستیم پاراهای زمیر واحد که در بدنهای فیزیکی به زمین میان به واسطه اتصالشون به این زمیر آفریننده واحد توان و نیروی آفرینش داشتن و در یکی از نخستین مراحل آفرینش به صورت نیمه انسان نیمه حیوانهایی از این دست وارد زمین میشن یعنی تصویرسازی هایی به این صورت که به اسم موجودات اساتیری در آثار بسیاری از تمدن های کهن دیده میشه در دوره ای از تاریخ نانوشته زمین وجود خارجی داشتن. اون چه تحت عنوان شیاطین و نیروهای منفی میشناسیم هم در همین دوره و به همین صورت یعنی با آزمون و خطای نخستین پاره های زمیر واحد در زمین پدید اومدن. البته ماهیت لوسیفر یا همون فرشته آسی در روایت های مذهبی کمی متفاوته و تا پیش از حبوتش به زمین ماهیتی منفی نداشت. بعد از مرحله نخست آفرینش پاره‌های زمیر واحد در دنیای فیزیکی از سطح ارتعاش خودشون حبوط میکنن و با از دست دادن اتصالشون به زمیر واحد توامندی هاشون هم از دست میدن و در بدن فیزیکی با سطح درک حیوانی اسیر میشن. در این آموزه شیطان روت های مذهبی همون خودخواهی درونی انسان هاست ها که باعث میشه اسیر حرس به لذت های فیزیکی بشن و نتونن دوباره به دنیای مینوی یا زمیر واحد وصل بشن. پس مرحله دوم حبوط پیش میاد و این بار حبوط پارهای زمیر واحد که داوطلب میشن به دنیای فیزیکی بیان و راه رسیدن به مبدع اصلی و اتصال به زمین واحد رو به دسته نخست نشون بدن. کاری که به منزله یه فداکاری خطرناک بود چون احتمال این میرفت که در روند این فعالیت ها اتصال نیروهای داوطلب هم با دنیای مینوی از بین بره و اونها هم در این دنیا اسیر بشن. این دسته دوم میمونهای انسان نمای ساکن زمین رو به عنوان واسطه خودشون با دنیای فیزیکی انتخاب میکنن و با حبوط اونها در بدنه میمونها انسانهای نخستین با توان و ظرفیت بالای روحی و روانی پدید میان یعنی همون حلقه که در نظریه تکامل هنوز پیدا نشده نسخه ترکیبی از میمونهای انسان نما با پاره های واحده که به زمین اومدن این نیروها دو وظیفه یا ماموریت مهم داشتند. نخستین پاره‌های زمیر واحد رو که اتصالشون رو بهش از دست دادن با مبدع اصیشون آشنا کنن تا بتونن دوباره بهش وصل بشن و دوم اینکه که حواسشون باشه خودشون رابطشون رو با دنیای مینوی از دست ندن. پس دسته ای رو به اسم فرزندان قانون وحدت تشکیل میدن. با هدف حفظ و ترویج و آموزه هایی که اونها رو به زمیر واحد میرسونه. آموزه هاشون هم به صورت یک مذهب نبود ولی اینطور مطرح میشه که همه مذاهب ازشون کپی کردند. نکته اصلیش درباره مذاهب هم به فعالیت های مخالفانشون ربط داره. کسانی که در پی آسایش خودشون در دنیای فیزیکی بودن و بعد از آشنا شدن با آموزه های فرزندان و قانون وحدت از مناسکشون در راستای اهداف خودشون و تامین نیازهای فیزیکی استفاده کردند. همین آغازی میشه بر مذاهب و ادیانی که خدایی یکتا دارن ناظر و حاکم بر همه امور و البته همزمان با رشته مناسک و عوامر و دستوراتی خاص که تنها اهداف ادیگه معدودی از انسانها رو تامین میکنه در حالی که آموزههای فرزندان قانون وحدت و نیکی و مهربانی بیپایان و دوست داشتن بیقید و شرط برای تمام انسانها متمرکزه علت تاکید بر نیکی و مهر بیپایان هم اینه که تمام انسان ها و موجودات این عالم به هم وصل هستند و مهربانی شما به دنیا از بین این رشته های به هم تنیده بین تمام موجودات عبور میکنه و در نهایت به خودتون میرسه. یکی از مثال هایی که در کتاب درباره توان خاص انسان ها مطرح شده و هر دوی این دسته ها بهش مسلط بودند نیروی به این اسم که بر اساسش میتونند با تمرکز انرژی درونی خودشون دست به تغییر و آفرینش بزنن توصیفی که شباهت زیادی داره به مناسک یزش در باورهای زروانیان و مثالش رو در روایت آفرینش زوروان داریم از اینکه بعد از هزار سال ازش یا همون تمرکز انرژی صاحب فرزند میشه. ساکنان آتلانتیس هم میتونستن با همین روش دست به آفرینش بزنن. یعنی کافی بود به چیزی فکر کنند و روش متمرکز بشن تا به وجودش بیارن. توانی که در دنیای بعد از نابودی آتلانتیس ازش به اسم معجزه یاد شد و البته که این نیرو هنوز هم بر این دنیا حاکمه و هر کسی با تمرکز درست انرژی میتونه دست به آفرینش بزنه. بحث های این کتاب پنیل خیلی مفصل تره و در صورتی که به نظرتون میاد بهتره بیشتر دربارش صحبت کنیم حتما برامون در کامنت ها بنویسین تا در ویدیوهای بعدی دوباره به سراغش بریم.